حکایت خر برفت از مثنوی معنوی. روزی بود و روزگاری بود. درویش پیر و شکسته ای بود، معروف به درویش غریب دورگرد، که از مال دنیا فقط صاحب خری بود که سوار آن می شد و از این ده به آن ده می گشت تا لقمنانی پیدا کند. درویش شب به هر آبادی که می رسید سراغ خانقاه یا مسجد را می گرفت و شب را در آنجا می گذران. اگر خانقاه و مسجدی نبود به حمام آبادی می رفت و شب را در آنجا صبح می کرد. و اگر دستش از همه جا کوتاه می شد به خرابه می رفت و خرش را کنار خرابه می بست و پالان خر را زیر سرش می گذاشت و می خوابید. درویش غریب بیچاره کاری هم بلد نبود تا بتواند لقمنانی پیدا کند و ناچار نباشد هر روز از این آبادی به آبادی دیگر برود. فقط یکی دو بیت شعر یاد گرفته بود که می خواند و از این راه گذران زندگی می کرد. روزی از روزها درویش غریب غروب آفتاب به یک آبادی کوچکی رسید. خسته و کوفته. دیگر نه خودش حالی داشت و نه خرش رمقی. در همین موقع میرابی از اهل آبادی دنبال آب می آمد که دید پیرمرد خسته و ژولیده سر جویی نشسته است. سلام کرد و گفت: ای مرد، اهل کجایی؟ به کجا می روی؟ درویش غریب گفت: مردی غریبم، دنبال رزق و روزی می گردم. حال تو ای مرد خدا، به من کمک کن و خانقاه را نشانم بده. آن مرد گفت: ای پیرمرد، دنباله آب را بگیر و برو به یک باغ بزرگ میرسی که همان باغ خانقاه درویشان است و در آنجا امشب همه درویش ها دور هم جمع میشوند و تو هم میتوانی به مجلس آنها بروی. درویش از جا بلند شد و دنبال آب را گرفت و رفت تا به باغ رسید. خرش را به طویله برد و در آخوری بست و مقداری آب و علف به آن زبان بسته داد و خود نزد دیگر درویشان رفت. دید عده‌ای دور هم جمع هستند. خیلی خوشحال شد. یک مرتبه صدایی بلند شد: تو کی هستی؟ از کجا می آیی؟ درویش غریب گفت: مردی غریبم، از راه دور می آیم. آن مرد گفت: من خادم خانقاه هستم. امانتی چیزی همراه نداری؟ درویش گفت: من فقط خری دارم که در آن طویله جلوی باغ بستم. تو حواست به آن باشد. این را گفت و وارد مجلس درویشان شد. اما بشنوید که چه بر سر درویش بیچاره آمد. این دسته درویش ها آدم های جور و جوری بودند. هرگاه مهمان تازه واردی به آنها می رسید با او خیلی گرم می گرفتند و به هر نقشه و حیله‌ای که بود سر او را کلاه می گذاشتند. یکی از این درویش ها که خیلی رند بود و از اول زاغ درویش غریب را چوب زده بود و دیده بود که درویش خرش را به دست خادم سپرده، نقشه‌ای کشید و سر درویش غریب را گرم کرد. حالا احوال او را مرتب پرسید و گفت: بگو ببینم درویش، اهل کجایی؟ از کجا می آیی؟ خلاصه، وقتی سر درویش خوب گرم شد، آن شخص رند و مکار خر را دزدید و برد بازار فرو و از پول آن سور و ساز خرید و وسیله عیش و نوش تهیه کرد و آورد در مجلس میان درویشان گذاشت. درویش ها شروع کردند به خوردن غذای مفصل و شیرینی و آجیل مفت و بنا کردند به مسخره درآوردن و شعر خواندن. پس از مدتی رفته رفته مجلس به پایان خود نزدیک میشد که یکی از صوفیان قطعه آهنگین را با ضربی سنگین آغاز کرد و خواند: خر برفت و خر برفت و خر برفت. سایر درویشان هم همان ضرب را دم گرفتند و دست جمعی شروع به خواندن کردند. بقیه درویش ها هم به او جواب می دادن: خر برفت و خر برفت و خر برفت.
درویش غریب هم که از دنیا بی خبر بود و خستگی از یادش رفته بود با خود می گفت این حتما داستانی دارد که در بین خودشان است. و او هم از همه جا بی خبر با بقیه هم‌آواز شد و آن شعر را با شور و هیجانی بیشتر و از جان و دل می خواند و با صدای بلند هی می گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. سرانجام مجلس تمام شد و بامدادان سر زد و هر یک از درویش ها به راهی رفت. درویش غریب صبح وقتی از خواب بیدار شد دید هیچ کس دور و برش نیست. رفت که خرش را بردارد تا باربونش را روی خر بگذارد و ره سپار شود. اما دید نه از خر خبری هست و نه از خادم باشی. از سر ساده لوحی و خوشخیالی با خودش گفت لابد خادم باشی آن زبان بسته را برای سیراب کردن به چشمه برده است. اما بعد از یکی دو ساعت که سر و کله خادم باشی پیدا شد درویش غریب دید از خر خبری نیست. با نگرانی به او گفت ای مرد خر من کو؟ مگر تو او را نبرده ای؟ خادم باشی نگاه عاقلا در سفیهی به او کرد و گفت مگر دیوانه شده ای؟ کدام خر؟ درویش گفت همان خری که دیروز غروب آفتاب در این طویله بستم و به تو سفارش کردم حواست به او باشد. خلاصه خادم باشی شروع کرد به حاشا کردن. درویش غریب که دیگر ناراحت شده بود شروع به داد و فریاد کرد. خادم باشی گفت مرد حسابی تو با این سن و سال و با این ریشه دراز خجالت نمی کشی؟ پس آن همه شیرینی و غذا که دیشب خوردی از کجا آمده بود؟ همه از پول خر تو بود که رند مجلس آن را به بازار برد و فروخت. درویش بیچاره گفت می خواستی به مجلس بیایی و با اشاره به من خبری بدهی تا لااقل او را بشناسم و پول خرم را حالا از او بگیرم. خادم باشی گفت من چند بار آمدم خبرت کنم اما دیدم تو بیشتر از دیگران سر و صدا را انداخته و از رفتن خرت خوشحالی می کنی و با بقیه دم گرفته بودی که خر برفت و خر برفت و خر برفت. تو غفلت کردی من چه گناهی دارم؟ درویش غریب گفت ای مرد به خدا راست می گویی حق با تو است. من ندانسته از گفته ها و رفتار آنها تقلید کردم و به این روز افتادم. القصه درویش غریب دورگرد که دیگر کاری از دستش ساخته نبود راهش را گرفت و رفت. مرمرا تقلیدشان برباد داد. ای دو صد لعنت بران تقلید باد. آن صوفی از طمع و حرص به تقلید گرفتار شد و حرص عقل او را کور کرد. دوستان جان ممنونم که تا پایان این قصه همراهمون بودین و خوشحال میشم نظرتون رو در مورد این حکایت زیبا از مثنوی برامون کامنت کنید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فعال تا از جدیدترین قصه های کانال با خبر بشید.